بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه باز در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتتون. سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان گرامی. من که هستم امیدوارم که شما و خانواده محترم و شاد و سلامتیم. امیدوارم که مردم ما و مردم منطقه ما از جنگ بیاسایند و از استبداد هم انشاءالله. ایوان صد، دو هفته پیش در خدمتتون در رابطه با مسائل جنگ که دو هفته قبل در سالروز حمله عراق به ایران در تلویزیون جمهوری اسلامی مطرح شده بود و برخی از این دروغ هایی که مستمران در طول 30 سال میگفتن مجبور شدن که افشا بکنن بودیم، خیلی مورد توجه قرار گرفت. قرار بود که باز مزاحمتون بشیم، در خدمتتون باشیم. میخواستم امروز بیشتر در مورد اون خیانت هایی که به کشور شده، کیان خیانت هایی کردن، چه خدمت هایی در این رابطه به مردم که به کشورمون شده صحبت کنم. اما یه دو سه تا نکته دیگه هست در خدمتتون صحبت میکردیم در مورد روشن شدن برخی مسائل در رابطه با جنگ. قرار بود شما بهش اشاره بفرمایید، اگه ممکنه اونا رو بفرمایید. بله، از اون شروع میکنیم، از اینجا که در شیوه های تبلیغاتی، از شیوه های تبلیغاتی یکی این است که یه خروار راست میگوین بلکه یک دروغ تو اون راستا به اصطلاح قرار بدهند، به ترتیبی که شنونده و بیننده گمان بکند به اینکه اون هم جز این راستاست. و مناسبت می عرض میکنم که این آقای اسماعیل راین سجل کتاب نوشته بود راجع به فراماسونری. بله. در ایران 800 تا فراماسون رو معرفی کرد. در یک صفحه از اون کتاب عکس عضویت مصدق رو در جامعه آدمیت قرار داده بود، زیرش هم نوشته بود که سند عضویت مصدق در فراماسونری. حالا جامعه آدمیت در آغاز مشروطیت فراماسونری نبود، جای یکی از اون انجمنهایی بود که در مشروطیت به وجود آمده بودن برای دفاع از مشروطیت. مصدق 3 ماه عضو اون جامعه بود. نه. روزی که اون محمد علی شاه هم عضو اون جامعه شد، مصدق استفاده داد. ما این جامعه رو کرده بودیم برای مبارزه با این آقای مستبد. حالا خود این آقای مستبد آمده شد و عضو این جامعه. این جامعه دیگه جای آدم آزادی خواه نیست. من به اون آقای اسماعیل راین گفتم که خب شما که میدونید دروغه، چرا اینو نوشتید؟ گفت این پاسپورت چاپ کتاب. گفتم آدم آقا، سرکار فکر نکردی به این که این 800 فراماسون رو اجازه میدن شما معرفی بکنی الا یک جمله دروغ زیر یک عضویت نامه بنویسی؟ این براشون اهمیتش بیشتر از اونا بوده. علت شما این است که خب اگر مصدق تسلیم می شد بدیلی وجود نداشت، و اگر بدیلی وجود نداشت رژیم شاه تضمین شده بود، می تونست تا قیامت ادامه پیدا کنه. اما او تسلیم نشد و این اون رژیم رفت. بدیل شرط تغییره، شرط بقای حیات ملی هم هست. حالا در این گفتگوهای راجب جنگ هم همینطور یک حقایقی رو چه در اون گفتگوهای داخل ایران گفته شده، چه در این گفتگوی افق که با من مصاحبه کرد، با 2 نفر دیگه هم اونجا مصاحبه کرده، و در اونجا یکی از اونها گفته است که من نمیدونم جنگ چرا شروع شد، چرا ادامه یافت، چرا اینجوری تمام شد. و یکی یا همون یا یکی دیگر گفته است که حالا من نمیدونم که آیا
به اصطلاح پیشنهاد صلحی به ایران شد یا نشد. حالا اینکه یک محقق چگونه بعد از اینکه این همه سال از اون جنگ گذشته هنوز نمیداند بازم محقق است، این سوالی است که او باید جواب بدن. اما مهمتر از این است که ما جای هیچ، در واقع این دوتا نمیدانم یعنی الغای شک دیگه. بله. این حالا این شک رو به طور کامل رفع کنیم در این گفتگو. این که پیشنهاد هیئت عدم تعهد که در گفتگوی قبلی هم عرض کردم به ایران شده است، این محل کمترین تردیدی نیست و برای اینکه شنوندگان و بینندگان هم براشون هیچ گونه تردیدی نماند، در کتاب نامه ها صفحات عرض کنم به شما 416 تا 418 نامه ایست از من به آقای خمینی. در این نامه درباره، عنوانش این است، درباره پیشنهاد کشورهای غیر متحد. دو برداشت از این پیشنهاد میتوان کرد. برداشت خوشبینانه، توضیح داده شده که وضع مثلا ارتش عراق میدونه که شکست خورده و میخواد زودتر خودش از مخمصه خارج کنه. برداشت بدبینانه که چرا اینو به ما پیشنهاد کردن، همچه پیشنهاد بسیار خوبی رو. اینطور نوشتم: چون روانشناسی ما را میدانند، یعنی روانشناسی آقای خمینی در واقع چون روانشناسی ما را میدانند که هرچه را بگویم عکس آن را میکنیم، پیشنهادی تا این حد مساعد دادن به امید این که نمیپذیریم و پس از آن که انزوای ما کامل شد ضربه کاری بزنن و به عمر جمهوری اسلامی پایان بدهن. از اتفاق حالا در این مورد کودتا کردن که نپذیرفتن، ولی همینطور هم شد، ایران به انزوا در آمد و سرانجام آقای خمینی جام زهر سر کشید. اما در این و در همین زیل این نامه آمدم گفتم، نوشتم: به هر حال اگر بنا را بر صلح بگذاریم، بهتر از این پیشنهادی ممکن نیست به ما بکنم. برای اینکه یک منطقه غیر نظامی در ایران و عراق به وجود می آید، همین که دفعه می شما هم اشاره کردید. بله. و در نتیجه یک شط العرب در کنترل کامل ما می ماند و عراق هم از استفاده از آن محروم است و هم نمی تواند از خلیج فارس نفت خود را صادر کند. بنابراین چیزی به دست نیاورده، بلکه وضع بدتری هم پیدا کرده است که قابل تحمل نیست، خصوص با تمام شدن جنگ و ضرورت بازسازی. دو، از مرزهای خاکی هم عقب می رود، یعنی زمینهایی را هم که طبق موافقت نامی 1975 به دست می آورد فعلا محروم می گردد. دو شو؟ بله. و باز در زیر گفتم: حالا اگر ما نپذیریم اینو، الف، اگر این پیشنهاد را دلیل بر ضعف کامل ارتش عراق بدیدیم و بنا را بر ادامه جنگ بگذاریم، در این صورت الف باید بدانیم که انتشار این پیشنهاد و عدم قبول آن از نظر افکار عمومی خود ما که موافق ادامه جنگ نیست، خوشایند نیست، مگر این که ما اطمینان به پیروزی کامل داشته باشیم و این اطمینان را به مردم بدهیم. و اگر نه، اگر این پیشنهاد را نپذیریم و خدای ناکرده عدم موفقیت حاصل گردد، کار رژیم جمهوری اسلامی به کشور ساخته است. اون زمان گفتم در تاریخ 21 اردیبهشت 1360. ب، برای موفقیت کامل یک انسجام تمام عیار لازم است. صاف و صریح بگویم که حاکمان نادان، اون زمان آیان حاکم بودن و من رئیس رو بودم، ولی حاکمان اونا بودن، که حاکمان نادان سود خود را در ادامه جنگ
توأم با ناکامی میبینند. سرانجام جنگ هم همینطور تمام شد. این همون روزایی بود که اون دفعه هم صحبت کرد آقای رفسنجانی یه تعدادی رو بردن پلا آقای خمینی که راضی کنند. بله. حالا برای اینکه خوب شد که اینو گفتید، برای اینکه هیچ تردیدی واقعی نمانه، ببینیم که آقای هاشمی رفسنجانی راجع به این پیشنهادی که محتواشم الان عرض کردم به استناد نامه‌ای که با آقای خمینی نوشتم، این خود این آقای هاشمی رفسنجانیش رو میگوید. این عبور از بحران به یادداشت‌ها، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال 1360. ایشون در واقع سه جا راجع به این پیشنهاد صحبت میکنه. یکی در صفحه 52 در واقع کارنامه روز 22 فروردین، بله نه 12 فروردین عرض کنم، میگوید در پیام امام در مورد جنگ و هیئت میانجی هم مطالبی آمده است که سیاست آقای بنی صدر را محکوم میکند. آقای بنی صدر در کارنامه دیروز نوشته مایل است به جنگ خاتمه بدهد و صلح کند، ولی شعارهای راه پیمای امروز و اظهارات امام یقینا راه را بر ایشان بسته است. این اول. درست؟ بار دوم. های باید این که روز 12 فروردین ایشون در این زمینه صحبت میکنن، یعنی اشاره به صحبت شما میکنن در کارنامه، یعنی یک گفتگوهایی در حال انجام بوده من دیگه بین اون زمان دو تا هیئت آمده بودن، هر دو پیشنهاد صلح آمده بودن، بله، یعنی یکی از طرف جنبش غیر متحدها، یکی از طرف کنفرانس اسلامی. بله. ما پیشنهاد عدم تعهد رو بهتر یافتیم. بله. یک تغییراتی را هم در اون دادیم و اونها رفتن که از عراق جواب بیارن که قرار بود در 18 خرداد برابر همین نامه که الان برای شما خوندم جواب صدام رو بیاورن که به ما اطلاع دادن. بله. که صدام موافق است. بله. از دفتر آقای رجایی به اون وزیر خارجه کوبا تلفن می شود که نیایید چون فعل و انفعالی قرار است انجام بگیرد در تهران. بعد از انجام فعل و انفعال به شما اطلاع میدیم. فعل و انفعال یعنی همون کودتای خودتش هست. و وزیر خارجه من اطلاع ندادم. و وزیر خارجه کوبا رئیس اون هیئت صلح جنبش غیر متحده بود، چون خود کوبا رئیس کنفرانس بود. رئیس کنفرانس بود. بله. این یه بار دیگه هم ببخشید، یه بار دیگه هم ایشون صحبت کرده، یعنی در این یادداشت آورده میگوید که با آقای رجایی راجع به چی صحبت کرده، بگو شما راجع به این توافق پیشنهاد همین غیر متعهد ها صحبت کرده و میگوید که آقای خمینی اینجاش اونه دو هیئت رو برده بودن پیش آقای خمینی. بله. و میگوید که آقای خمینی موافقت نخواهد کرد، یعنی جلوی مثلا پایان جنگ رو خواهد گرفت. خب این 106 با آقای رجایی درباره پیشنهادات هیئت صلح غیر متعهدها صحبت کردیم. پیشنهاد ایجاد منطقه غیر نظامی در خاک ایران، این عراق شود داشتم، ایران و عراق همراه با خروج نیروهای عراقی دادن. بعضی از نظامی ها با آقای بنی صدر مایلن با تعدیلی بپذیرن، یعنی قبول کرده که ما تغییراتی هم در اون پیشنهاد دادیم و عرض کنم به شما این در 21 اردیبهشت بود یادداشت 23 بود و اون هیئت رفته که از آقای صدام جواب بیاره که اون جواب 18
مرداد قرار بود بیاره که به ترتیبی که گفتم مانع شدن از آمدن و کودتا کردن. خب حالا در این عرض کنم که کتاب تا که پایان شسته دیگه هیچ صحبتی از هیئت نیست، برای که بعد از اون کودتا هیئتی هم نیامده، پیشنهادی هم نداده. در اون سال فقط یک پیشنهاد شده، یعنی دو پیشنهاد شده که ما یکیش پذیرفتیم، مال غیر متعهدها، و این که ما پذیرفتیم امر واقع قطعی است. حالا ببینیم که آقای هاشمی، اون دفعه پیش خواندم گفته آقای هاشمی رفسنجانی رو، ببخشید، در افق من این که به جای نام آقای هاشمی نام آقای بهشتی رو گفته بودم، اونایی که افق رو شنیدن به این ترتیب پوزش من رو بپذیرن. این در آخر اسفند ۶۰ که ایشون با اون مجله موقف العربی مصاحبه کرده، اون چه گفته راجع می شود به اون همون پیشنهاد غیر متعهد ها. دوباره رو میخونم به لحاظی که بسیار با اهمیت قطعی می کند به اینکه این پیشنهاد بوده و آقایان کودتا کردن که انجام نگیرد. ایشون می گفته به اون مجله: نمی خواهیم در سایه رژیم فعلی عراق به هیچ توافقی با بغداد برسیم. این سری نیست که آن را فاش کنم. صدام حسین توسط میانچی ها موافقت کرد طبق مواد و شرایط قرارداد الجزایر و بدون قید و شرط عقب نشینی کنند، ولی ما این پیشنهاد را رد کردیم و با هر گونه توافقی ما مخالفت خواهیم کرد. پس این آقای پژوهشگر محقق که نمیدونسته، بنابراین بدانم که همچه پیشنهادی بود و جای کمترین انکار ندارم. آقایان کودتا کردن و یه کشوری رو در ۸ سال در جنگ نگه داشتن، کار را هم در شکست تمام کردن، جام زهر هم سرکش. بله، یکی دیگه شون گفته است به این که نفهمیده جنگ چرا شروع شد، چگونه که این چرا اینجوری تمام شد، یا همون شخص گفته نمیدونم. خود جنگ احتیاج نداشت که ایشون بره تحقیق کنه. مثلا سنت هایی که در دفعه پیش عرض کردم، نامه محرمانه الکساندر هیگ ویگان، مصاحبه ببخشید اظهارات وزیر آلن کلارک وزیر دفاع حکومت تاچر در دادگاه ایرانگی، مصاحبه سفیر وقت انگلستان در عراق با بی بی سی، گفتگوهای آقای صدام با خانم سفیر امریکا که ما طوفان انقلاب ایران رو برگردوندیم، فرض کنیم اینا هم هیچ کی نبوده. و این که بعدها جز اسناد در آمد که این آقای صدام در نظر داشته ایران رو تجزیه کنه و خیال خودش رو از شرق کشور در واقع عراق به عنوان ابرقدرت منطقه راحت کنه بود. بله، فرض کنیم اینا هم نبود. خود جنگ وسیله است، وسیله میگوید هدف چیست. شما لازم هم نبود محقق باشید، کافی بود که ببینید که یک حکومت همسایه رژیم استبدادی به ایران حمله کرده بعد از وقوع انقلاب. پس این قطعا یک رابطه با اون انقلاب دارد. وقتی که دست مثلا کسانی به اون چراغ سبز دادن که امریکا باشد و کشورهای منطقه از او حمایت کردن، پس همه اینها سودی دارن که در این جنگ. وقتی که نتیجه جنگ می شود این استبداد حاکم و از میان رفتن تجربه دموکراسی در ایران، این می گوید که هدف چه می تونسته باشه. حالا اینکه من در همین عرض کنم نامه ای که به آقای ببخشید در هشدار نامه ای که انتشار دادم که در مجلس خونده شد، در اونجا بعد هم در خیانت به امید
هدفهای ادامه جنگ رو برشمردم. یه قسمت رو برای شما میخونم. آیا ایستاد این نامه ایست که در این روزهای منتهی به کودتای خرداد 60 نوشتیم؟ بله، در 22 این تاریخش 22 خرداد 1360 که آقای قدم پرپور در مجلس خون بله. که خمینی هم خیلی عصبانی شده بود که چرا اجازه دادن این نامه در مجلس خونده بشه. در این یادداشت‌های آقای هاشمی رفسنجانی هم عصبانیت خود و آقای خمینی رو از خوانده شدن این نامه در مجلس اظهار شد. بله. بله. این در صفحه 460 کتاب نامه هاست. جنگ تحمیلی در صورت طولانی شدن به فرسودگی کامل نیروهای ایران در عراق می انجامد و در خاورمیانه زمینه اجرای برنامه امریکا فراهم می گردد. و همانطوری که در جریان گروگانگیری مراوز گردید ناچار به شرایط ننگینی تن خواهند داد. همانطوری که بیمی به خود راه ندادن روزی گفتند تا گروگانها در دست ماست، گلوگاه امپریالیزم امریکا در دست ماست و وقتی تسلیم شدن گفتند گروگانها جنس بنجل بودن و امریکا نمیخواست ناچار شدیم از سر بازشان کنیم، خواهند آمد و خواهند گفت چاره نداشتیم جز این که به شرایط تسلیم بشویم. مردم بدانید 4 وزیر خارجه آمدند و پیشنهاد کردند که قوای عراق به داخل خاک ایران عقب به داخل خاک عراق عقب نشینی کنند و مقداری هم از مرز فاصله بگیرند و از هر دو طرف حریمی غیر نظامی به وجود بیاید و بعد موارد اختلاف از طریق سیاسی حل گردند. ما از آنها خواستیم نقشه بیاورند و روی نقشه پیشنهاد خود را برای ما روشن بگردانند. قرار بود 18 خرداد بیایند که با ملاحظه وضع کشور منصرف شدند. از ابتدای جنگ به این سوی امروز وضعیت نظامی ما بهترین وضعیت است. عقیده جالب این بود که اگر ما را به خان خود بگذارند با چند پیروزی چشمگیر ما نه تنها پیروزی نظامی به دست می آوریم بلکه نقشه های امریکا را در همه منطقه برهم می ریزیم و می توانیم عصر سوم را در تاریخ آغاز کنیم. ضربه از خارج را تحمل کردیم، ارتش مهاجم را متوقف ساختیم و شروع به اذهان آن نمودیم. از پشت سر کردم آنچه که کردم و شما از آن اطلاع دارم. بعض جنگ تا این لحظه این دور است هستیم و می‌بینیم که این بعد چطور تحول خواهد کرد. این هم پس راجب جنگ و دلایل ایجاد و اینکه چرا ادامه پیدا کرد. بنابراین هم در نامه با آقای خمینی هشدار دادم، هم در 22 خرداد 60 به مردم ایران هشدار دادم، هم در خیانت به امید توضیح دادم که این جنگ رو آقایان ادامه خواهند داد تا در سود امریکا و انگلستان و بعد در دادگاه اون آقا رو تا تمام کنند در شکست. در شکست هم تمام کردن و جام سهر رو سر کشیدن. خب حالا ببینیم که این در 8 سال جنگ کیا خیانت کردن کیا خدمت کردن. اونایی که خیانت کردن چه خیانت هایی کردن، اونهایی که خدمت کردن چه خدمت هایی کردن. آقای بنیسد، پیش از اینکه این رو بفرمایید تو همون برنامه من نمیدونم همون آقای پژوهشگر بود یا دیگری از جمله اشاره کردم به اینکه همه حتی بنیسد و بازرگان هم در تضعیف ارتش خیلی کار کردن. من میخواستم امشه در این زمینه شما خیلی کوتاه بفرمایید که شما و زندگیات بازرگان چجوری ارتش رو بازمرد کردین. این امرو باقی گفتم که اون از اون جمله که دروغ را قاطی راستا به خورد دادن یکیش همینه. خب اینکه
فرماندهان نظامی که خوندم قولشون رو در دفعه من چی تحویل گرفتم به عنوان ارتش؟ ارتش متلاشی تازه اون کودتای نوژه هم سبب شد که آقایم گفتن به جان اون ارتش و در انحلالش بکوشن که نگذاشتن منحل بشن. حالا اونهایی که در انحلال ارتش عمل کردن، در تخریب ارتش عمل کردن، اینها رو میاره میگذاره در ردیف کسانی که نگذاشتن ارتش منحل بشه و در بازسازی ارتش کوشیدن و کشور رو نجات دادن. این در واقع نه یک دروغ ساده است، یک دروغ خیانت آمیز است به مردم ایران. تازه آقای بازرگان هم ضربه به ارتش وارد نکرد. کسا پایده؟ بله، در هر حال اون چی که معلومه تاریخ داره اینی که اون رژیم شاه ارتش شاهنشاهی ساخت و این رژیم ارتش جمهوری اسلامی ساخت و بنی صدر نخستین کس در تاریخ ایران است. البته قبل از من مصدق کوشید و نام اون وزارتخانه هم کرد وزارت دفاع ملی که اون ارتش رو بکنه ارتش ملی. اما اون که به عمل در آورد و در یک جنگی این چون ارتش ملی شد توانایی اینجا یافت که از وطن دفاع بکنن، این در دوران ریاست جمهوری من بود و برای اولین بار در تاریخ ایران ارتش ملی واقعیت پیدا کرد. امیدوارم که این تجربه آموزش لازم رو به نیروهای مسلح بدهد و بدانم وقتی یک نیروی مسلحی خود رو تحت فرماندهی ملت خیش دانست و بدان مفتخر شد، ابزار استبداد نمی شود، ابزار سلطه بیگانه نمی شود، مدافع استقلال وطن هم می شود. این کاریست که بنی صدر کرده. اینه می خواد نبینن مردم ایران، اینه می خواد نیروی مسلح ایران نبینن و نداند اهمیتش چیست تا که این کشور در استبداد بزیگد بماند و بزیگد. و این و برخی هم دائم خیانت کنن با اون مردم. بله دیگه، حالا حالا خیانت ها رو بفرمه کاری. بله، عرض کنم که خیانت اول این که انقلاب برای چی انجام گرفت؟ برای اینکه جامعه بشود بدیل جامعه دوران سلطنت استبدادی، بشه جامعه شهروندان و بدیل اون رژیم که نیروهای طرفدار استقلال آزادی بودن دولت رو، دولت حقوق مدار رو تصدی کنن. پس خیانت اول این که بازگردوندن جامعه است به استبداد، جلوگیری کردن از تحول نظام اجتماعی و شهروند شدن مردم ایران و عرض کنم به شما حل اون بدیل و تصرف دولت و بازسازی دولت استبدادی. تا حالا هم ادامه داره، هیچ جای انکار هم نداره، بذاری که مردم روزانه دارن توی این رژیم زندگی میکنن. خیانت دوم ادامه دادنش به جنگ به مدت 8 سال در سود انگلستان، امریکا، اسرائیل، که خود اون مقامات این دولت ها هم به مثلا تصریح می کنن که این جنگ در سود اونها بوده. خود اونها، من صحبت آلن کلارک که گفتم که در دادگاه گفته جنگ در سود انگلستان بوده، اما یادداشتی هم آقای برژنسکی و آقای کارتر نوشته تو کتاب خود هم آورده، میگه اون هم گفته این جنگ به سود ما شروع شده. خب یک نسل ایرانی رو قربانی بکنی در سود قدرت‌های خارجی جنگی رو ادامه بدی به مدت 8 سال،
این که وضعیت منطقه این است که هست قطعا از پیامدهای اون این اون خیانت اول و این خیانت دوم ادامه جنگ رو متداشت. سه، دائمی کردن نهادهای به اصطلاح انقلاب، یعنی استقرار ستونپایه های استبداد که تمایل به استبداد فراگیر دارد، که این ستونپایه ها رو در کتاب عرض کنم که استبداد فراگیر یا توتالیتاریسم 18 ستونپایه رو برشمردم و کوشش هایی هم که ما کردیم که نگذاریم این ستونپایه ها ساخته بشوند هم در اونجا تشریح کردم با تدابیری که به کار بردیم. آقای بنشد، این استمرار این نهادهای انقلاب نه فقط ایجادشون بلکه موندنشون بدون ادامه جنگ تقریبا غیر ممکن میشد. همینطوره و یک استمرارشون البته سپاه کتب قانون اساسی اصطلاح جزء ماندگارها شده بود، اما این که بشود ستون رو فقرات بلکه کارش به جایی برسه که با قول آقای هاشمی رفسنجانی به تمامی که کمتر از همه کشور راضی نباشد، این حاصل اون جنگ. چهار، این که اسلام رو از خود بیگانه کنی در بیان قدرتی فوق العاده خشونت طلب. این داعشیزم ثمره مستقیم خمینیزم است، به مثابه اسلام به عنوان به منزله بیان قدرت و تقدیس کننده خشونت و راه روش خشونت کردن دین. این یک صدمه عظیمی است نه تنها به مردم ایران بلکه مردم سراسر جهان. این اسلام ایرانی ها همچه چیزی نیست که بشینید بگید تقصیر اسلام بود، تقصیر اسلام نبود. این حاصل تجربه شما از زمانی که ایران وطن شما شده، دین زردشتی پیدا شده، تحول کرده تا امروز. این حاصل تجربه شماست. این تجربه تحول کرد، در انقلاب ایران شد بیان استقلال و آزادی. و این خیانت خیانت عظیمی است. در همون بیان استقلال هشدارنامه 22 خرداد هم آوردم که هشدار دادم که اینها کاری خواهند کرد که تا 100 سال به نام دین نتوان حرفی زد، حرف حقی بزد. ببینید که چه وضعیت درست کردن. آقا به اونا میگه تکفیری. آقا هر چه شما کردید اونا در هم رو میکنن. آقا در کرمانش در حال حاضر در اصفهان دارن به صورت زنها و دخترهای مردم اسبید می باشند. آقای امام جمعه آمده میگه من که نگفتم این کار کنید، من گفتم تذکر شفاهی بدهید. ای بابا، خیانت پنجم، ایجاد فرصت برای استقرار قوای امریکا در خلیج فارس، که حالا نه تنها اون قوا در خلیج فارس مستقر است، بلکه دور تا دور ایران هم پایگاه‌های نظامی و اطلاعاتی امریکا و اسرائیل. حالا اسرائیل منکر شد اون حکومت آذربایجان که در اونجا پایگاه نظامی داشته باشه، اما قطعا پایگاه اطلاعاتی دارد. خب، شش، قربانی کردن نیروهای محرکه که در انقلاب ایران شرکت کرده بودن، اینا رو یا در جنگ قربانی کردن یا مجبور به فرار از ایران شدن یا اعدام کردن. نتیجه این که انقلاب اون نیروهای محرکه خودش از دست داد، استقرار استبداد ممکن بود. اینه که میگم بدیل نباشه حیات ملی به خطر از اینه. اگر بدیل باشه اون رژیم، هر رژیم استبدادی محکوم به زوال. اینکه من گفتم شما میمانید تا بروید، ما میرویم تا بمانیم، به این دلیل است. ما بر استقلال آزادی ایستاده ایم، بر تجربه انقلاب ایران ایستاده ایم،
بر حقوق ملی مردم ایران ایستاده ایم، بر حقوق شهروندی مردم ایران هم ایستاده ایم. بنابراین بنابر قانون هستی این رژیم محکوم به رفتن است و این بدیل آمدنی است. ایران به خواست شما مردم ایران آزاد می شود، مستقل می شود و شما شهروند می شوید. عرض کنم که هفت برانگیختن سیر مهاجرت استعدادها به خارج کشور که حاصل سرمایه‌گذاری های عظیم این مردم بودند از دوران قاجار تا انقلاب، از انقلاب بدین سو. و حالا کار به جای رسیده که صندوق بین‌المللی کار میگوید سالانه 150 هزار استعداد از ایران میرود که معادل 50 میلیارد دلار زیان به ایران است. البته اگر بشود استعداد انسانی رو با پول به اصطلاح ارزیابی کرد. بله. هشت، از هدفهای اون جنگ، ادامه جنگ، یکی این بود که ارتش رو به تحمیل ببرن و سپاه رو بزرگ کنن که انجام شده و سپاه رو میخواستن ستون فقرات بکنن. همونطور که گفتم نمیخواستن حتی سپاه هم پیروز بشود، میخواستن جنگ در شکست تمام بشود که چنین شد. همینطور هم به امریکایی ها گفته بودن، یک فهرست 1000 نفری به عنوان میان رو هم آقای سرهنگ نورس داده بودن، ولی میخواستن که یک ستون دو فقرات هم لازم داشتن دیگه، استبداد که نمیتونه در هوا بوقه باشه که باید یه پایه استوار بشه دیگه، میخواستن این ستون پایه بشه. و این شد نتیجه این که به اصطلاح فرصت تاریخی برای این که ما یک نیروی مسلح ملی داشته باشیم این از دست رفت. اینا خیانت های کوچیکی نیست به ایران، حتی به اون سپاه، حتی به اون دیگر نیروهای مسلح ایران. بله. نو سوز کردن روزافزون رشته های همبستگی ملی و نگه داشتن کشور در لبه پرتگاه یا رژیم یا سقوط ایران. امری که 35 ساله این دا مرتب آن 35 سال که بمونیم از خرداد 60 قطعا که اگر این رژیم نباشد ایران افغانستان می شود و ایران عراق می شود و بالاخره باز این رژیم امنیتی رو حفظ کرده است و این اون خیانتی است که رژیم شاه هم همین کار می کرد. البته همه استبداده هایی که سلسله های سلطنتی همین در این خیانت با اونا این رژیم شریکه، چون همه شون بر این استوار بودن، یا استبداد ماست یا ایران متلاشی می شود. ده، دستیار امریکا و انگلیس و اسرائیل و رژیم های فاسد عرب شدن در برگرداندن طوفان انقلاب ایران که موضوع گفتگوهای آقای صدام بود با اون خانم سفیر. عملا نتیجهش این شد که خود انقلاب ایران شده لولو، می ترسونن که همین در مصر کودتا کردن دیگه، انقلابی شد و به اصطلاح یک رژیم جدید آمد و ارتش کودتا کرد که این مخواد مثل ایران و ایران در ایران تکرار کنه. با حالش این بود انقلابی که خود خوی خیشتن رو صادر میکنه، انقلاب محتاج صادر کردن نیست، یک روش ها و یک ارزش هاییست. وقتی بقیه ملت های دنیا دیدن این ارزش ها خوب و روش هم درسته، میپذیرن به کار میبرن. 11، جانشین کردن استقلال نسبی که به یمن انقلاب ایران در قلمرو نفت و اقتصاد به دست آمد. کوشش هم شد که ما یه اقتصاد تولید محور بسازیم، اون رو از بین بردن، دوباره اقتصاد مصرف محور کردن و وابستگی ایران به جایی رسیده است که هم اکنون کشور در تحریم اقتصادی است، قیمت نفت هم میاد پایین. حالا بخش مهمی از ثروت نفت ما را هم همسایه ها میخورند و میبرند. 12، بله، نگاه داشتن مداوم جامعه ایرانی در بحران. از وقتی که این رژیم رفته رو خط استقرار استبداد، اول بحران گروگانگی،
بحران بزرگی میگم ها، از اون نوع بحران هایی که آقای خاتمی گفته بود در هر 11 روز یه بحران برای اونی ساختن، اونا بکنم. بحران گروگانگیری، بعد بحران جنگ 8 ساله، حالا بحران اتم. یه روز سردگردن میکنن، آقای روحانی میگه که توافق خواهد شد، بعد اون معاون وزیر خارجه میاد میگه که یه مشکلاتی هست، امیدواریم که بشود، بنابراین ادامه نداریم. وزیر خارجه روسیه میگوید که 98% توافق عمل آمده، ولی هرچی مشکله تو اون 2%. این وضعیتی است که این کشور پیدا کرده، تحریم هم ادامه دارد. خب این خیانت ها به ایران انجام شده است. کیا کردن اینو؟ اونه که الان بر کشور حاکم هست. بلایی که بر کشور حاکم کنن، اینها حتی به توسط اسرائیل که آقای کیمچی مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل بود که فرستاده بودن پیش آقای مکفارلی مشاور امنیتی آقای ریگان که هرگاه شما از ما حمایت بکنید که دولت ما رو مستقر بکنیم، ما حاضریم حتی آقای خمینی را هم بکشیم. این از این خیالت ها رو اینا کرد. همچنانم بر کشور حاکمم با چی؟ با زور، کشتار، جنایت، خشونت که بدترین نوع این خشونت ها از دید من دروغ، اصلا زبان رسمی ایران شده دروغ. قبال خدمت ها یه آدم هم که یه خدمت هایی کردن به ایران، اون آدم ها اونایی است که اینا این آقایانی که حاکمن بر ضد اونا کودتا کرد. خدمت اولشون این بوده که کوشش کردن برای جلوگیری از جنگ، برای این جهت که به حق بر این باور بودن که اگر مانع از تجاوز خارجی به کشور بشوند، بازسازی استبداد ناممکن بشوند. الان خودم نامه به آقای خمینی رو، جنگ فرصت میدهد به زور پرستان برای تصرف قدرت، پس باید همه کار میکردیم که جنگ نمیشد. و اون زور مسلس زور پرست تنها دسته آقای خمینی نیست، اون هم که کودتای نوجدا انداختن هم شریکن در این کار، اونها همه کار کردن که جنگ بشود. من حتی از آقای یاسر عرفات خواستم، در پیشم گفتم اعراب برود آقای صدام رو منصرف کنند حمله به ایران. متاسفانه او هم آدم مستبد بود و نفهمید، ولی خب نتیجه این شد که ما چون بناره بر این داشتیم که جنگ رو وسیله نکنیم برای قدرت، بلکه به جنگ پایان بدهیم، تمام توان و استعداد انسانی عظیم یک ملتی رو به کار انداختیم، اون مقدار که داشت. و نتیجه این شد که در ششمین ماه جنگ هیئت در کنفرانس سران کشورهای اسلامی که آمد بودن اونجا گفتن این کار که ایران کرده، ارتش ایران کرده، حماسه نبوده، معجزه بوده. دو، در جنگ رژیم صدام روش جنایت آمیز به کار برد که حمله به شهرهای بیدفاع بود، کشتار مردم بیدفاع شهرها. خب خیلی فشار بود که ما هم عمل متقابل بکنیم، نپذیرفتیم، برای اینکه از این قاعده پیروی کردیم که در جنگ و مبارزه باید اون رهبری رو هدف قرار داد، افراد عادی رو باید مسئول داشت تا اونها خود رو از اون به اصطلاح رهبری جدا کنن، نتیجه بشود جنگ در اولین فرصت تمام بشود. این قاعده ای که قرآن می آموزد قاتل و ائمه الکفر همین است و همین رو به کار بردن. و اگر حالا شما هم ببینید که الان یک شهر کرد رو در خاک سوریه داعش بهش تجاوز کرده،
آقای ترکیه در مرزها تو تانکاش برده تماشاگره. از بالا بم میریزن بر سر داعش که البته خوب شهر رو هم ویران میکنن. و ویرانگری شده یک روش اینکه طرف زود تسلیم شد. اون سوریه هم که میبینی شده تر. بنابراین اون چه ما کردیم در تاریخ میمانند است. و این به اصطلاح به کار بردن قاعده خشونت زدایی است. و این گویای فرهنگ بزرگ مردم ایران است. فرهنگ استقلال و آزادی. و همین سبب شد که به محصی که قوای ما حمله می کردن اون نیروهای عراقی فرصت به مختلف می شوردن برای اینکه دستا رو بگیرن بالا تسلیم می شوند. در اون دورانی که من دست می داشت. سه مبارزه با خشونت، خشونت گستری در درون و بیرون مرزها از راه بکار بردن قواعد خشونت زدایی. چهار به اجرا گذاشتن برنامه اقتصاد تولید محور. اینکه قیمت نفت رو از عرض کنم بشکه‌ای 12 دلار به 34 دلار در بازار رسمی 44 دلار در بازار آزاد رساندن کار این آدم ها بود. اینکه بودجه رو به بودجه تولیدی سهم بودجه تولیدی رو در بودجه بالا آوردن کار این آدم ها بود. تغییر ساخت واردات کار این آدم ها بود. تغییر ساخت نظام اعتبارات بانکی کار این آدم ها بود. هدف اونها این بود که کشور ما یک اقتصاد تولید محور داشته باشه، بتوانه به در اون چه اساسی است مستقل باشه در زندگیش. پنج، وفای به عهد با وطن با مردم ایران و با انقلاب ایران به اتخاذ تدابیر و اجرای آنها به قصد جلوگیری از ایجاد ستون‌پایه های استبداد فراگیر به ترتیبی که در همکنون در برشماردن خیانت ها عرض شد. شش، کوشش در غنی کردن وجدان های تاریخی و اخلاقی و علمی و همگانی مردم ایران. و همونطور که میدانید این رشته جنبش های ایرانی رو از دوران اساطیری تا امروز به هم پیوستن، یک وجدان تاریخی نیرومند پدید آوردن برای اینکه بازسازی استبداد ناممکن بشود و ایران حقوق شهروندی به حقوق شهروندی خیش آگاه و مثلا خود مجری این حقوق پیش بگردن. هفت، برقرار کردن جریان آزاد اندیشه ها و اطلاعها غیر از تأسیس روزنامه انقلاب اسلامی، ایجاد بحث های آزاد و مبارزه با سانسورها که میدونید در همون زمان این مطالعه در باب انواع سانسورها در تاریخ ایران و جهان در ایران ما انتشار دادیم. هشت، رها نکردن تجربه انقلاب ایران در پی کودتای خرداد 60 که تا امروز هم بر همون تجربه ایستادیم. قبلا هم توضیح دادم تا ما هستیم و بدیلیم این رژیم محکوم است به رفتن و انقلاب ایران به ثمر رسیدن. نه، مبارزه مستمر با سه رأس مثلث زورپرست و افشای خیانت ها مثل خیانت اکتبر سورپرایز، خیانت ایرانگیت، روابط بنهانی با امریکا و اسرائیل و ترورهای ترورها و فسادهای بزرگ. این از آن اتفاق نیست که اینا همه رو کسانی انجام دادن که در خط استقلال آزادی بودن و دیگران این کار رو نکردن، چون اینها بدیلن. اون رژیم هم بی خود نیست که از اینا میترسن، چون میداند که اینا هستن، یعنی او باید برن. ده، ایستادن در حق برخوردار کردن خیش از ویژگی های بدیل الگوی استقلال آزادی و
و حفظ ایران از خطر حمله نظامی و سرنوشت شومی که فقدان بدیل الگو را اشتراک این مثلا اون سرنوشت نبود این بدیل اون سرنوشت رو محکوم محتوم میگردانن. خب حالا فرض کنیم که ما در خارج این تلاش ها نمی کردیم چقدر احتمال داشت که آقای بوش زحمت رو کم کنه قبل از اینکه عراق و افغانستان در شرق و غرب ایران حمله کنه به خود ایران حمله کنه؟ چرا نکرد؟ چون نتوانست در ایران اون بدیل دست نشانده ای رو ایجاد کند که در عراق کرد، در افغانستان هم کرد، در سوریه هم کرد، میبینید به چه روز افتاد، در لیبی کرد، میبینید به چه روز افتاد. شما ایرانیان باید مفتخر باشید به وجود کسانی که بر استقلال آزادی ایستادن و بدیل هستن برای رژیم استبدادی، نه تنها برای رژیم استبدادی بلکه برای زیستن در استقلال آزادی بانوان شهرمند بدیل هستن برای جمهوری شهرمندان در وطن شما. شاد و پیروز باشید. خیلی سپاسگزارم. ببخشید من خود صدا هم گرفته. خیلی ممنون از وقتی که به ما دادین. انشالله هفته دیگه اون سخنرانی که شما در چند هفته پیش در بروکسل در رابطه با بدیل کردین و اگه نظر تکنیکی آماده باشه پخش خواهیم کرد. در ذات خیلی ممنون از وقتی که به ما دادین. خدا به شما.